سلام دوستان، مهنوش یزدانیار هستم با همکار عزیزم نازنین اسدی. به توجه به تغییرات زیادی که تو تحریم‌های اقتصادی به وجود اومده این ماه گذشته، ما سوالای بسیار زیادی از شما عزیزان دریافت کردیم. گفتیم که شاید یه زومی بذاریم که جواب این سوالا رو بدیم و یه توضیح کوتاهی بدیم که این تغییرهای جدید چی بوده و این جوازهای کلی که سازمان اوفک صادر کرده یعنی چی، چه تأثیری میذاره روی ایرانی آمریکاییایی که اینجا هستن و همچنین عزیزانی که داخل ایران هستن. نازنین جون، مرسی که وقت گذاشتی امروز با هم، برای که همه سوالا میان دست شما در واقع زحمتش رو باید بکشین. همه رو شما جمع کردین، گفتم که من اجازه بدم برنامه رو شما شروع کنیم. خواهش میکنم. ممنون خانم یزدانی از این فرصتی که جور شد، چون خیلی تلفن‌های زیادی داشتیم و هم توی سوشال مدیامون برامون میفرستادن این سوال‌ها رو، که با توجه به تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران این روزها خیلی سوال هستش که این تشدید تحریم علیه نهادهای مالی ایران چه تأثیری روی نقل و انتقالات مجاز ایرانی از ایران به آمریکا یا از آمریکا به ایران میذاره، چون یه سری چیزا قبلا مجاز بود، همه میخوان بدونن همچنان میتونن اون کارو انجام بدن یا نه. و اینکه خیلی سوالهایی بود در همونطور که شما اشاره کردین در مورد سه تا جواز عمومی که تا اخیراً اوفک توی این ماه صادر کرد. میشه مختصرا برای همه ما یه شفاف سازی بکنین؟ حتما. ببینید، همیشه سازمان اوفک همیشه میگه که تحریم‌های اقتصادی و هدف این تحریم‌ها این هستش که از نظر مالی و تجاری فشار بذارن روی دولت ایران و نه روی ملت ایران و نه روی کسانی که داخل آمریکا هستن، ایرانی آمریکایی‌هایی که اینجا هستن. ولی آنچه که مسلمه، وقتی که هر روز به نظر میاد هر روز دولت آمریکا یه تحریمی جدیدی پیاده میکنه بر علیه مثلا بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت ایران، خب اینها مستقیما و یا غیر مستقیما تاثیر میذاره روی مبادلات مالی که ما میخوایم انجام بدیم، حتی اگر اون کاری که ما میخوایم انجام بدیم مجازه. اتفاقی که افتاده این هستش که در این ماه گذشته رئیس جمهور آمریکا به توسط بهش میگن executive orders، یعنی یه قانونیه که رئیس جمهور آمریکا مستقیما پیاده میکنه و اجازه نمیخواد از کسی هم اجازه بگیره، که میگه که حالا من میخوام این قوانین به این صورت اجرا بشه. رئیس جمهور آمریکا به صورت executive orders داره هی تحریم پشت تحریم پشت تحریم روی درست همونجوری که نازنین جون گفتن financial sectors های ایران پیاده میکنه، و این تعداد دوران آخرش در واقع تحریم هایی بودش که میگفت در واقع هر مبادلات مالی که با بانک مرکزی ایران و یا شرکت ملی نفت ایران یا کمپانیی که شرکت ملی نفت ایران بیشتر از 50% توش سهام داشته باشه یا کنترل داشته باشه، به هیچ عنوان هیچ US person نمیتونه که این کارا رو انجام بده. اتفاقی که میفته این هستش که خب کارهایی که دولت آمریکا گفته مجازه، دیگه انجام دادن اون کارها امکان پذیر نیست. در جواب اون سازمان اوفک اومده و یه سری جوازهای کلی صادر کرده. حالا نازنین جون، میدونم اولین سوالی که میپرسین که جواز کلی چیه، برای اینکه یه سوالی که از همه بیشتر میگیری اینه که برای من میتونی جواز کلی بگیری، درسته؟ دقیقا. خب این جوازها رو بفرمایید. دقیقا سوالش اینه که یا این جوازها رو از کجا بگیریم یا میتونیم برامون اوفک بگیریم. این سوالیه که خیلی اوفک گرفتنی نیست، فقط دعا کنین اوفک نیان شما رو بگیره. That's all I have to say. ببینید، جواز کلی کاری هستش که سازمان اوفک اومده گفته و این کار مجازه برای یک سری کارها که برخلاف هدف تحریم‌های اقتصادی نیستن و به نفع دولت آمریکا هستن یا تاثیر منفی روی هدف تحریم‌ها نمیذارن و به نفع ملت ایران هستن. سازمان اوفک میخواد بگه که این کارها برای همه مجازه. به جای اینکه از شما بخواد که دونه دونه برای انجام دادن این کار درخواست جواز خاص بکنین، یه جواز کلی صادر میکنه، انگار یک اکسپشنه یا یک استثنان طبق تحریم‌ها شما این کارا رو میتونین انجام بدین. به این میگن جنرال لایسنس. وقتی که جنرال لایسنس هست، دیگه نیازی نیست شما برین درخواست جواز خاص بکنین، برای که جنرال لایسنس مساوی برای اینه که دولت داره میگه این کار قانونیه. سو الان اون چیزی که ما دیدیم در این ماه گذشته این هستش که رئیس جمهور آمریکا طبق اگزیکیتیو اوردرز یه سری تحریم‌ها پیاده کرده،
و این تحریم ها باعث شدن که حتی برای کارهایی که قبلا مجاز بود ما نتونیم اینا رو انجام بدیم. مثال میزنم، همیشه ما یه جواز کلی برای فروش زمین، خونه، ملکی که ارث به ما رسیده به عنوان یو اس پرسن به جا بوده. یعنی من مهرنوشین یزدانی اگر یه آپارتمان تو ایران به من ارث برسه، من اجازه دارم طبق جواز کلی اینو بفروشم و پولش رو بیارم آمریکا. همچنین اگه بستگان من ایران هستن و پولی بخوام به عنوان کمک خرج برای من بفرستن یا پول مربوط به ارث، بهش میگن a non-commercial personal remittance، مجازه. ولی وقتی که رئیس جمهور میاد میگه که هر کاری که مربوط با بانک مرکزی ایران هست غیر قانونیه، یعنی من نوعی که حق قانونی منه که آپارتمانم رو بفروشم و پولش رو بیارم، شاید نتونم این کار رو انجام بدم، برای اینکه خوب امکان پذیر نیست یه پولی از ایران خارج بشه که به هیچ عنوان هیچ ارتباطی با مثلا بانک مرکزی نداشته باشه. در جواب این، سازمان اوفاق اومد این تو این یه ماه گذشته چندین جواز کلی صادر کرد که کلیرفای بکنه برای کارهایی که مجاز هست، چه طبق جواز خاص specific license، یعنی چیزی که شما اقدام کردین و سازمان اوفاق به نام شما مجوز صادر کرده، و چه طبق جواز کلی، اگر این کارا قانونیان و سازمان اوفاق برای انجام دادن این کارها اجازه صادر کرده، شما میتونین این کار رو انجام بدین با وجود این تحریم‌های جدید که بر علیه فاینانشل سکتور ایران پیاده شده. نازنین جون، دازم میک سنس؟ گفتم میتونینه که هر چیز اوفاق با جنرال لایسنس جدید که صادر کرد اومد در واقع اون تشدید تحریم ها رو برای ایرانی ها بی اثر کرد، گفت همون کارهایی که مجاز بود دوباره شما ها میتونین ادامه بدین در نظر گرفتن تشدید تحریم ها. یعنی با جنرال لایسنس، اون جنرال لایسنسی که تو 2012 ایشو کرد و تمدید و اکسپندش کرد. خیلی ممنون خانم یزدانی، خیلی توضیح خوبی بود. ضمن این که این روزا خب دانشجوها ما تماس میگیرم و دیروز جنرال لایسنس امو داشتیم که یک سری اجازه داد که دانشجویان ایرانی از داخل ایران بتونن توی یه سری از کورس‌ها در یک سری از مقاطع تحصیلی به صورت آنلاین درسشون رو ادامه بدن. خب ما سابقا جنرال لایسنس جی برای ادویکیشن رو داشتیم که اجازه میداد ایرانی‌ها یک سری از کورس‌ها رو آنلاین ثبت نام بکنن. فرق ام با جی چیه؟ شما چه تغییراتی توی جنرال لایسنس ام دیدید؟ ببینید، و ما برای دانشجویان یه برنامه جدای لایو میتونیم بذاریم، اگه دوست داشته باشیم به ما بگیر، ما میتونیم که این کار رو انجام بدیم، که برای اینکه میدونم خیلی سوالا پیش اومده. ولی در واقع تغییر اصلی که پیش اومده این هستش که جنرال لایسنس جی محدود به undergraduate courses بود، خب یعنی graduate level course براش نبود. یعنی میگفتش که دانشگاه های آمریکا و contractors و affiliates‌هاشون اجازه دارن آنلاین سرویس برای کسایی که ایران هستن صادر بکنن، به شرطی که محدودیت گذاشته به نوع سابجکت هایی که میتونین انجام بدیم، که میشه humanity, social sciences, law, business، و علاوه بر introductory level courses توی science, technology, engineering و mathematics. حالا نازنین میخوای فارسیشو بگیر؟ من تو انتان انگلیسیشو میگم. جی هم آده شده دقیقاً علوم انسانی، اجتماعی، حقوق، تجارت و علوم پایه تجربی و علوم ریاضیات به صورت محدود و در مقطع کارشناسی undergraduate، اینجا کارشناسی و کاردانی حساب شده، که اجازه داشتن که به آنلاین اکسس داشته باشن و درس بخونن و مدرک بگیرن. ولی الان توی این جنرال لایسنس ام برای graduate school یا هم مقطع فوق لیسانس، کارشناسی ارشد و دکترا هم هست، ولی لیمیتد هستش. درسته که اجازه دادن که این فقط برای دوران کرونا هست و کسایی درسته. که ویزا اینا ثبت نام کنن، درسته؟ درسته. ببینین، یه اتفاق دیگه که میفته این هستش، با وجود اینکه سازمان اوفاق برای انجام دادن یک کار جواز کلی صادر میکنه، ما در عمل میبینیم مثلا اون کمپانی آمریکایی یا اون دانشگاه آمریکایی میترسه این کار رو انجام بده، از بس ترس و وحشت ایجاد شده برای هر کاری که مربوط به ایران میشه. به نظر من این جنرال لایسنس ام اومده میخواد خیلی واضح بگه برای این مدت محدود که پندمیک هست، تا سپتامبر 2021 اینو گذاشتن، که برای کسانی که پذیرش گرفتن به این دانشگاه ها به عنوان student ویزا یا
ویزای دانشجویی و نتونستن از ایران خارج بشن به خاطر محدودیت هایی که پندمیک به وجود اومد و مریضی کرونا پیش آورده برای ما، این کلاس ها، این دانشگاه ها اجازه دارن این کلاس ها رو اکسپورت کنن یا در ایران در اختیار اینها بذارن. و علاوه بر این اومده این اضافه به تو اینو ما تو جنرال لایسنس جی ندیدیم که قشنگ نوشته برای مثلا امتحان دادن، ویدیو کانفرنسینگ، چت سنتر، سافت‌ورهای مختلف، یه جنرال لایسنس D1 هم صادر شده که میگه برای پروگرام‌های کامپیوتری و مثلا چیزای مثل تولزای همین ویدیو کانفرنسینگ یا چت روم‌های دانشگاه، اینا هم همه مجازه، علاوه بر این که شما میتونین امتحان بدین و اینا همه قبول میشن. این نشون دهنده این هستش که واقعا میخوان تا اونجایی که میتونن این امکانات رو از دانشجوهایی که داخل ایران هستن نگیرن. ولی سوالی که پیش میاد این هستش که خب این وقتی که لیمیتد هست برای چیزایی که مربوط به علوم انسانی هست یا بهش میگن very very basic science and medicine و mathematics ریاضیات و اینا، پس برای اونایی که از این چارچوب خارج هستن چی؟ مثلا شما physics major هستین، اونها چی؟ اون چیزی که ما اینجا میبینیم هست شاید مجبور شین شما و یا دانشگاه، اگه شما داخل ایران هستین، دانشگاه از طرف شما اقدام برای مجوز بکنه. این قسمتش رو باید ببینیم چجوری در عمل جلو میره. دقیقاً، چون الان هم گریجویت همون کارشناسی ارشد و دکترا اضافه کرده، سوالی که برای بچه‌های گریجویت پیش میاد اینه که بیشتر بچه‌های ایرانی با کمک هزینه توی آمریکا درس میخونن، یعنی به عنوان ریسرچی که انجام میدن پیمنت میگیرن و 20 ساعت پارتی کمپس دارن و شهریه دانشگاهشون معمولا ویو میشده. و الان مشکل این جنرال لایسنس اینه که اصلا به اون موضوع اشاره نکرده که اون پیمنت ها چجوری باید باشه برای این بچه ها و قرار بود دانشگاه شهریه اینا رو به ازای کاری که برای دانشگاه میکنن ویو کنه و پول ندن، اونا رو باید چه سازمانی داره. این دقیقا سوال هایی هست که ما باید با اوفک میک شور کنیم و فکر کنم که دقیقا همچی که شما آدرس کردیم باید حتما برش جنرال لایسنس بگیریم که بتونیم ادامه بدیم، چون تو جنرال لایسنس توی اسپسیفیک لایسنس بگیریم ببخشید نازنین میخواستم بگم چی؟ جنرال لایسنس میگیریم، جنرال لایسنس نمیشه بگیره آدم. ببین نداره، جمعه بعد از ظهر همه خستن. دانشجوها شد. یه سوالی که خیلی میگیریم اتفاقا این هستش، بچه‌هایی که میخوان آزمون IELTS TOEFL آزمون زبان رو شرکت کنن، خب توی ایران ما میدونیم کسی کردیت کارت نداره، معمولا به دوستانشون تو آمریکا زنگ میزنن و میخوان که اون شهریه رو براشون پی کنه و رسید و بفرسه. سوالی که از آدمایی که اینجا هستن و دارن کمک میکنن به دوست و فامیلشون تو ایران با کردیت کارت خودشون پی میکنن این هزینه ها رو کردن، که آیا این کار خلاف قانون نیست، دور زدن تحریم ها نیست، نظر شما چیه؟ نظر من اینه که این کار رو انجام ندیم تا ما یه جواب خیلی خیلی جزئی بتونیم از اوفک بگیریم. دلیلش هم اینه، برای عزیزان شما که تو ایران هست کاملا قانونیه که ثبت نام کنن برای این امتحانا یا آنلاین کورس یا هر کاری. خب برای اون انستیتوشن، اون کمپانی که داره این امتحانو براشون صادر میکنه، اون هم مجازه. برای اون دانشگاه هایی که دارن این آنلاین کورس ها براشون آفر میکنن مجازه. برای بانک های اینجا که پیمن از اون شخص ایران قبول کنن مجازه. اینا همه واضح توی جواز کلی مطرح شده. ولی برای این که شمایی که داخل خاک آمریکا هستین کمک مالی بکنین یا حتی در حدی که فقط این پیمنتش رو از طریق کریدیت کارتتون بدین، آیا در واقع این میشه exportation of financial service؟ یعنی شما دارین یه کمک مالی، یه خدمات مالی به یک شخصی که داخل ایران هست میرسونین، و اینجا میره زیر سوال که آیا انجام دادن این کار مجازه یا نه. این قسمت شما داریم از OFAC guidance میگیریم، میخوام یه نوشته ازشون بگیریم ببینیم انجام دادن این کار مجاز هست یا نه. به محضی که این جوابو بگیریم اینو میذاریم در اختیار شما، برای اینکه حقیقتش اینه که این قوانین تحریم‌های اقتصادی اپامات زیادی دارن و حتی برای ما که الان تمام کارمون اینه، اکسپرتیزمون اینه و 11 ساله داریم این کار رو انجام میدیم، در عمل یه سری کارها میبینیم که 100% نمیتونیم بگیم این مجازه یا نه. و برای اینکه خدای نکرده مسئله پیش نیاد و برای مکم کاری، همیشه اگر مطمئن نیستین که این کار مجازه طبق تحریم‌های اقتصادی، از سازمان اوفک، از دولت آمریکا گایدنس بگیرین، برای اینکه نهایتاً شاید بگه که او اینو ما درخواست مجوز باید بکنین، یا اینکه برای انجام دادن اون کار جواز کلی صادر بشه. اون چیزی که من می‌بینم این هستش که
به نظر میاد اوفک داره میبینه در عمل این تحریم ها چه تأثیری دارن میذارن، این محدودیت هایی که گذاشته شده چه مشکلایی داره پیش میاد. حتی اگه هدفشون این هستش که یه سری کارها رو مجاز بذارن برای US persons، در عمل میبینن که اینطور نیست. الان در جواب اون دارن سعی میکنن جوازهای کلی صادر کنن. سر این برمیگردیم برای یه سوال دیگه که خیلی پیش میاد و یه جواز کلی که سه شنبه صادر شده بود، ببخشید دو شنبه، اصلا انقدر تنپوش سر هم پیاده شدش، مربوط به کمک بشردوستانه به ایران هست، General License 8A. همونطوری که ما خیلی راجبش صحبت کردیم، همیشه Humanitarian Aid به ایران مجاز بود، ولی نازنین میدونم که تو هم خیلی با این دیل کردی، برای اینکه با اکثر سازمان خیریه که ما کمک میکنیم و رپرزنت میکنیم از طریق کمک نازنین جون هستش. چیزی که خیلی ممکنه ندونن این هستش که شمایی که US personین، این اجازه رو ندارین که پول بفرستین به ایران، حتی اگه هدف اون کمک بشردوستانه هست. یعنی اگه مثلا یه سازمان خیریه تو ایران هست و هیچ ارتباطی با دولت ایران نداره و فقط کارهای خیریه انجام میدن، من مهنوش یزدانیار نمیتونم $1,000 بفرستم ایران برای کمک به اون انجمن خیریه. من میتونم غذا بفرستم ایران، باز هم نه پول برای خریدن غذا، ولی غذا میتونم بفرستم ایران، یه سری دارو میتونم بفرستم ایران، یه سری basic medical supplies و devices میتونم بفرستم ایران، ولی حق ندارم پول بفرستم ایران. تنها کسانی که میتونن پول بفرستن ایران انجمنای خیریه ای هستن که داخل آمریکا هستن، یا بهش میگن NGO یا non-profit organization. اونها طبق جوازهای کلی تا سقف $500,000 در سال میتونن پول بفرستن ایران برای کمک بشردوستانه، که اون هم طبق جنرال لایسنس قشنگ مطرح شده چه کارهای قانونی هست و چه کارهای قانونی نیست. این پول که میره ایران، اینا باید هر quarter به licensing department OFAC ریپورت بدن که این پول به کی رفته و به چه مصرفی بوده داخل ایران. ولی همونطوری که داشتیم راجع به صحبت میکردیم، وقتی که دولت آمریکا میاد و تحریمای خیلی سنگین میذاره روی مثلا همین بانک مرکزی یا تمام فاینانشل سکتورز، بانک ها و صرافی های ایران، اتفاقی که میفته این هستش که در عمل هیچ کشور سوم، هیچ صرافی، هیچ بانکی از هیچ کشور سوم نمیخواد این پول بفرسته ایران، حتی برای کمک humanitarian aid. دلیلش همینه که میترسه. این جنرال لایسنس 8A که صادر شدش همین هفته گذشته، هدفش این بود که بگه که برای کارهای humanitarian aid، این non-profit organizations یا سازمان خیریه که داخل آمریکا هستن، اجازه دارن اینا رو این پول بره ایران، حتی اگر یه جای کار مربوط به بانک مرکزی بشه و یا شرکت نفت ملی نفت ایران. این در واقع میخواد کمک کنه که یکم این فشار از روی این کشورهای بانکهای کشورهای سوم و صرافهایی که میخوان از بانکهای کشورهای سوم پول بفرستن ایران، یه مقدار ترس و وحشتشون رو کمتر کنه، که اگه یک جای اینجا هم ارتباطی پیدا کنه با بانک مرکزی، مانعی نداره اگه برای کمک بشردوستانه هستش مجازه. پس خلاصه حرفای شما این شد که مردم عادی حتی داخل آمریکا هم حق ندارن از اینجا فاندرایز بکنن، توی فیسبوک پولو جمع کنن بدن. هر کسی باید دایره مستقیما با یک NGO که رجیستر توی آمریکا این کار انجام بده. خب الان در مورد کمک‌های بشردوستانه گفتین، میشه در مورد ارسال تجهیزات پزشکی و مواردی که مجاز هست و غیر مجاز هست، نحوه ارسال اینها به ایران برای ما یه ذره توضیح بدین؟ بله، من هدفم بیشتر از یعنی صحبت امروز این هستش که می‌خواستیم یه توضیح کلی بدیم. دفعه‌ای هم راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم، ولی من کاری که خیلی دلم می‌خواد بکنم اینه که یا برنامه‌های اسپسیفیک بذاریم، مثلا برای سازمان خیریه اگه سوال دارین، مثلا ما یه زوم هفته پیش گذاشتیم، واقعا خیلی خوب بود، خیلی فیدبک خوبی گرفتیم، خیلی از قبل سوالا رو دادن، جواب سوالا رو دادیم، تمام مدت توی این پروگرام سوال پرسیدن و ما جواب دادیم، و ما میتونیم همین کار رو برای یه پروگرام برای humanitarian aid بذاریم، یه پروگرام برای کسانی که میخوان medicine و medical devices و اینا بفرستن. مگه همونطوری که نازنین جون میدونه بسیار در واقع پیچیده است. خب الان راجبش صحبت میکنیم. یه پروگرام برای دانشجوها بذاریم، یه پروگرام برای ایرانی آمریکایی که میخوام پول بفرستم، برای خیلی خیلی محدود باشه، یه چیز نیم ساعته باشه که خیلی هم حوصله‌شون سر نره. من و نازنین خیلی اکسایتد میشیم صحبت اوفک و تحریم ها میشه، ولی خیلی های دیگه اینطور نیستن. ولی ببینین، اگر شما میخواین
یه سری کالا بفرستین ایران، از جمله غذا، مواد غذایی، دارو و medical devices. اینها طبق جوازهای کلی که سازمان اوفک صادر کرده مجازن. ولی نازنین جون، حالا میذارم برای که میدونم شما روی این پرونده کار کردین و ما همین هفته گذشته واقعا یکی از چیزایی که خیلی راجبش خوشحال شدیم اینه که تونستیم برای یه انجمن خیریه جواز خاص بگیریم که بتونه ventilators برای یک سال بفرسته به بیمارستان‌های مختلف ایران و همچنین بیمارستان گرگانی که من خودم توش به دنیا آمدم، حالا این به کنار. ولی این سازمان خیریه که میخواست این کار رو انجام بده، خیلی ها فکر میکنن که همه medical device، همه چیزایی که medical device هست مجاز، ولی اینطور نیست. نه در اینجا میتونین توضیح بدین چه medical device هایی، یا اگه که یک کسی بخواد وسیله پزشکی بفرسته ایران با وجود جواز کلی که اجازه میده دارو و وسیله پزشکی بره ایران، چه محدودیت هایی هستش که باید در نظر داشته باشن؟ ممنون خواهم یزن یار، ولی اینجا واقعا توی وسایل پزشکی ایران فرستادن، قبل از هر کاری من توصیه میکنم برین توی وبسایت اوفک و چک کنین توی اون لیست وسایل پزشکی که چه وسایل پزشکی مجاز و نیست، و اگر شک دارید هم توی یزن یار گفتن درخواست گایدنس کنین و مطمئن بشید که توی این کاری که شما دارین میکنین مجاز هست، چون شما دارید کالا از کشور خارج میکنین نه تنها با اوفک، ضمن اینکه اداره واردات صادرات آمریکا هم باید به این قضیه نظارت داشته باشه، چون داره یک کالا و یک گودز آمریکایی از خاک آمریکایی از یک کشور سوم داره خارج میشه، باید تحت نظارت باشه. قاعده اینطوری هست، وقتی که چیزی مجاز هست که خب شما از اداره کامرس یا از هم اداره واردات و صادرات مجوز رو میگیرید و ارسال میکنید برای ترخیص کالا، ولی اگر نبود علاوه بر اون اجازه نامه‌ای که از اداره کامرس میگیرید، شما بعد از اوفک هم یک اجازه نامه‌ای بگیرید، یک پلتفرم و فرم خاصی داره که بشه با جزئیات کامل از شما میخوان، نوع دستگاه، تعداد دستگاه، حتی اند یوزر ها، یعنی کسایی که قرار هست از اون دستگاه یا از اون دیوایس استفاده کنن چه کسانی هستن، کدوم کلینیکان، کدوم دکترها هستن که سوپروایز میکنن، و اینکه اون دستگاه توی یکی از لیست هایی باید باشه که توی چند تا لیست داره اداره کامرس آمریکا، که یکی از توی اون دستگاه باید توی کاتگوری باشه که تکنولوژی خیلی بالایی نداشته باشه، که معمولا بهش میگن EAR99، لیست اون باید جزء کاتگوری EAR99 باشه، وگرنه شما نیاز دارین که یک استپ دیگر بگذارین. همونطور که شما گفتین این موضوع خیلی یه موضوع تخصصیه، ولی میخوام بهتون بگم حتی وقتی یه چیزی هم مجاز هست، زمانی که دارین کالا خارج میکنی به غیر از اوفک، حواستون به اداره کامرس هم باشه، از اونا سرتیفیکیت، آفیشال سرتیفیکیت میخواین برای اینکه به مشکل نخورید، به خصوص وقتی به کشورهایی که سانکشن هستن دارید جنس مجاز میفرستید. حتی بسیار عالی، ممنونم عزیزم، امیدوارم که این اطلاعات به دردتون بخوره. ما واقعا سعی میکنیم، میدونیم خیلی تغییرات زیادی هست، همه ترس و وحشت دارن، موقعیت هم موقعیت مشکلیه برای همه هر کجای دنیا، ولی به خصوص برای ایرانی آمریکاییایی که هم از طرف ایران هم از طرف آمریکا قوانین مرتبا داره تغییر میکنه، ولی راههایی هستش که شما بخواید کارهای قانونی رو انجام بدین. فقط باید مطمئن بشین اولا کاری که میخواین انجام بدین قانونی هستش یا نه، براش جواز کلی صادر شده یا نه، اگر نه باید براش جواز خاص بگیرین، و وقتی که مجوز دارین چه طبق جواز خاص بخواین یه کار انجام بدین چه طبق جواز کلی، باید مطمئن بشین که اگر مبادلات مالی وسط هست بانک شما اطلاعات لازمو داره، اگر بانک شما اطلاعات لازمو نداشته باشه نمیدونه این پولی که داره میاد و میره مربوط به چیه. ما مخصوصا برای اینکه همه مبادلات مالی در رابطه با ایران از طریق صراف انجام میشه، منبع پول مشخص نیست، از اون نظر مشکل به وجود میاد. برای کالایی هم که میخواین بفرستین ایران باید مطمئن بشین، یا چیزی که بخواین از ایران وارد آمریکا بکنین، برای اینکه دم گمرک چه فرستادنش به ایران چه دریافت کردنش از ایران مسئله پیش نیاد، باید ببینین اون کالا مجاز هستش یا نه. اگر هست برگه‌ای که اثبات کنه، ما بهش میگیم یه لیگال مموراندوم یا کاستمز لتر، که توضیح میده چرا طبق تحریم‌های اقتصادی و
امور گمرک آمریکا وارد کردن و یا خارج کردن اون کالا مجاز هست. اگه سوالی دارین با ما تماس بگیرین، اگر برنامه هست که دوست داشتین ما میتونیم سمینار مجددا بذاریم. دیگه تنها بنفیتی که این پندمیک داره اینه که الان دیگه همه دسترسی به این زوم و تکنولوژی و اینا خیلی راحت پیدا کردن و ما میتونیم اطلاعات بیشتری در اختیارتون بیاریم بذاریم. برای عزیزانی هم که داخل ایران هستن میتونیم برای شما لایو پروگرام از روی اینستاگرام بذاریم اگه براتون راحت تر هست. ممنونم نازنین جون، مرسی از وقتی که گذاشتین، از وقتی گذاشتین که این سوالا رو جمع بکنین. میدونم شما با سوشال میدیا از روی اینستاگرام، فیسبوک، لینکدین همه باهاتون تماس میگیرن و نه شما، سانا جون و نگار جون از دفتر واقعا زحمت میکشن. ممنونم دانم. یا مهم جواباست که پیش شما ساخت خیلی قربون شما، نه همکاریه. در هر صورت انشالله هر کجا که باشین سلامت باشین تا بعد، و به قول نازنین جان تا بعد با ما باشین. مرسی.